سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، عصر خوبی داشته باشین. دوباره من توی ترافیک گیر کردم و حس صحبت کردنم گل کرده سر میشه. به هر حال نکته های بسیار مهمی بود که همیشه دلم میخواست در مورد صحبت کنم و تو پیج بذارم، که هیچ فرصتی برای من بهتر از ترافیک نیست که بتونم این صحبت ها رو بکنم. بعضی از دوستانم فکر میکنن خیلی دارم سرعت میدم. نه عزیزان، الان سرعت من روی 10 کیلومتر در ساعته و نگران نباشید. ممنونم که نگران من هستید. به هر حال میخوام در مورد کارهای کوچیکی که انجام میدیم و برامون احساس میکنیم مهم نیست صحبت کنم براتون. ببینید، ما برای رسیدن به هدف، همه ما یک هدفی باید توی زندگیمون داشته باشیم و کسی که هدف نداشته باشه به نظر من نمیتونه زندگی براش زیاد مهم باشه، یعنی از زندگی کردن زیاد نمیدونم لذتی نمیبره یا اصلا براش مهم نیست که روزا چجوری داره میگذره. بشر زمانی حس خوشبختی میکنه که مدام در حال رشد کردن باشه، و زمانی که رشد بشر متوقف بشه یعنی از زندگی دست کشیده. این خاصیت بشره. چرا کسایی که پولدار میشن هی میخوان پولدارتر بشن؟ نمیدونم، این به حرص و طمع فکر نمیکنم ربطی داشته باشه. بشر مدام در حال رشد کردنه و دوست داره رشد بکنه، این یک نیازه توی بشر، و اگر رشد تعطیل بشه خیلی از نمیدونم زندگی بی‌معنی میشه. برای من که اینجوریه و برای خیلی از کسایی که اطرافم هستن هم اینجوریه و مطمئنم برای شما هم اینجوریه. به هر حال حالا چیکار بکنیم که بتونیم به اون هدف برسیم؟ یه سری از صحبتایی که من تو کانال کردم در مورد کاشت مثلا زعفران، کاشت درخت ها، کاشت گیاهان دارویی، خیلی کامنت های مثبتی از دوستان شنیدم، خیلی ها مشتاق بودم، و من همین که باعث شدم شما بزرگواران بیاین به این موضوع فکر بکنی به نظرم یک نکته مثبته و یک قدم به سمت پیشرفته. چرا؟ الان میگم خدمتتون. ببینید، کارهای کوچیک ما تو زندگی، عادتهای کوچیکی که آیندهمون رو میسازه و شکی در این نیست. ما یه هدفی داریم و همیشه منتظریم که یه اتفاقی بیفته و ما نمیدونم یا یکی بیاد کمکمون بکنه بریم به سمت اون هدف. مثلا میخواییم به کسب و کاری را بندازیم، همش منتظریم یه چیزی بشه، یه پولی دستمون بیاد، یه اتفاقی بیفته، یه کسی بیاد کمکمون کنه تا اون کار رو انجام بدیم. حالا چیکار باید بکنیم که هر چه زودتر رسیدن به اون هدف رو برای خودمون نزدیکتر بکنیم؟ ببینید، قدم بعدی، نکته قدم بعدی نکته بسیار مهمی هستش. ما یه تصمیمی داریم تو زندگیمون، اولا اینکه هدفمون، وقتی یه هدف بزرگ نهایی باید داشته باشیم، این هدف رو تقسیم کنیم به هدفهای کوچیکتر. حالا این یعنی چی؟ شاید خیلی کلیشه‌ای باشه ولی واقعا اینجوری هستش. ببینید، ما اصلا بیم همین کاشت زعفرون رو مثال بزنیم، اصلا زعفرون رو ولش کنید، ما بیم سراغ یک کسی که یه خانم بزرگواری که میخواد یه کسب و کار اینترنتی براش راه بندازه، برای خودش راه بندازه. مثلا یه خانومی هستش، خیاط، خیلی خیاطیه، خیاط ماهری هم هستش و مشتری زیادی نداره. یه مشتریایی داره که همون همسایه ها و فامیلا هستن که میان براشون میدوزه و درآمد زیادی نداره، میخواد درآمدش رو زیاد کنه. باید بیاد ببینه که قدم بعدی من چی هستش. من هدفم اینه که از خیاطی به درآمد مثلا 100 میلیون در ماه برسم. قدم بعدی من چی هستش؟ هدف بزرگی من سر جاشه، 100 میلیون در ماه از خیاطی. هدف بعدی من چی هستش؟ هدف بعدی من اینه که خیلی ها منو بشناسن، خیلی ها کار منو بشناسن. اوکی، هدف بعدی من اینه که بیام یه پیج بزنم، پیجم اصولی بزنم. اوکی، پیجم میزنم. حالا هدف بعدیم چیه؟ این که پست بذارم و یاد بگیرم چطور پست بذارم که بتونم مخاطب جذب کنم. این شد هدف بعدی. میریم دربارش تحقیق میکنی، سایت های مختلف رو میخونی، کتاب میخونی، از این و اون میپرسین، خودتون پست میذارین، تجربه میکنین، ویوهاشو میبینید، تمام پستاتون رو با هم مقایسه میکنید، کدوم بازخوردش بیشتره، چجوری من عکس بگیرم بازخوردش بهتره، تو چه زاویه ای عکس بگیرم زاویهش بهتره.
یواش 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 دستتون میاد که چیکار بکنید. من فالوورام بیشتره، همزمان با این که اون خیاطی که آب باریکه این خانم هستش رو هم انجام میده. یعنی درآمد آب باریکه‌ای که داشته رو کنار نذاشته و قدم‌هایی داره برمی‌داره برای نزدیک شدن به هدفش. اوکی، به قدم بعدی رسید. حالا من که دارم افزایش فالوور میکنم، هدف بعدیم اینه که فالوورم رو از 2300 نفر برسونم به 5000 نفر. چیکار باید بکنم؟ باید بیای روش فکر بکنی. اوکی، برم تبلیغات بدم، پستای با کیفیت تر بذارم، عکسای با کیفیت تر بذارم، نور پردازی برای خودم درست بکنم. ببین، تا الان به پول هیچ نیازی نیستش. شما همون کار قبلیتون رو دارین انجام میدین، ولی دارین برای شناسوندن خودتون تلاش میکنید. یواش یواش میاد میبینه که من باید خودم رو هم نشون بدم، بیام صحبت بکنم، بیام تیکه‌های آموزشی بذارم. یواش یواش میبینه که پستایی که تیکه‌های آموزشی داره خیلی میتونه بهش کمک بکنه. پس یواش یواش آموزش میبینید که قدم های بعدیتون رو بردارید. یعنی شما قدم اول رو بردارید، قدم اول جلو برید، خود به خود قدم بعدیش میاد. فقط این که نباید بشینید و منتظر بمونید. قدم بعدی رو هر چقدر هم کوچیک هستش باید بردارید. و همینطور وقتی رسید به 5000 تا تبلیغ میده، حالا هر کاری میکنه، میخواد 10000 تا بشه، 20000 تا بشه، و اینجا میتونه کسب و کارش رو گسترش بده و به افراد بیشتری عرضه کنه محصولاتشو. اینجا درآمدش میره بالا. حالا میبینه بیان چیکار کنم، میتونم الان که درآمدم یکم رفته بالاتر، میتونم خیاط استخدام کنم. یه نفر استخدام میکنه، دوباره یه ذره بالاتر میره، دوباره پیشرفت میکنه، میبینه الان من میتونم عکاس استخدام کنم. یواش یواش میره بالاتر، میبینه دوباره میتونم من خیاط استفاده کنم. میره بالاتر، محصولاتش بیشتر میشه، درآمدش بیشتر میشه، میبینه من جام تنگه. این خونه‌ای که الان دارم، کارگاهی که الان دارم خوب نیست، تعداد محصول خیاطی که دارم برام کافی نیستش، جای بزرگتری اجاره میکنه. و یواش یواش همینطور دومینووار قدم‌های بعدی خودش میاد جلو پاتون. فقط مهم اینه که شما نشینید منتظر بمونید، باید یه حرکتی انجام بدید. اون حرکت شما رو به نهایت هدف میرسونه. اثر پروانه ای میگه که وقتی پروانه توی آمریکای جنوبی بال میزنه، بادی که از بال زدنش تولید میشه میتونه توی آمریکای شمالی تبدیل به طوفان بشه. همون لحظه نمیشه، درسته، ولی خب خیلی پروسه ها رو میگذرونه، طول میکشه تا توی آمریکای شمالی تبدیل به طوفان بشه. پس عادت های کوچیک ما زندگیمونو میسازن. خیلی مهمه بهش فکر بکنین. حتما نمیخوام بیشتر از این بشه ویدئومون، و اگه از این پست بازخورد خوبی بگیرم حتما براتون پستهای دیگه میذارم که چه کار کنیم که عادتهای مثبتمون رو بیشتر کنیم، یا اصلا عادتهای مثبت رو به خودمون، به رفتارامون اضافه بکنیم. امیدوارم مفید باشه. حتما برام کامنت بذارید و به هم بازخورد بدیم که دوست دارید اینجور پست ها رو من براتون بیشتر بذارم یا نه. روز خوبی داشته باشید.